در این قسمت صحبت ما روی دوران مستطیله که اگه بخوایم مستطیل ما دوران بدیم شکلش به چه صورت میشه. دقت کنید بچه عزیز، از دوران مستطیل حول یک ضلع خودش استوانه ایجاد میشه. خب ببینید، من یک مستطیل دارم، طول مستطیل برابر با b، عرض مستطیل برابر با چیه؟ a هست. میخوام اینو دوران بدین، بدین صورت میشه. بچه دقت کنید، دوران ما بدین صورته، یعنی ارتفاع ما همون چیه بچه ها؟ همون بیه. وقتی که من دوران بدم یک استوانه ایجاد میشه، این استوانه شعاعی که ایجاد میشه براش برابر با همون عرض مستطیله، برابر با چی میشه؟ آ. پس میگیم چی؟ میگیم از دوران یک مستطیل در واقع یک استوانه ایجاد میشه. حالا بستگی به این داره که بدین صورت دوران پیدا بکنه یا بدین صورت دوران پیدا بکنه. اگر بدین صورت دوران پیدا بکنه، در واقع دقت بکنید، دایره ای که اینجا ایجاد میشه شعاعش برابر با همون عرض مستطیله و ارتفاع این استوانه برابر با چیه؟ طول مستطیله. خب از دوران مستطیل حول یک ضلع خودش استوانه ایجاد میشه، درسته؟ حالا میبینیم چیکار میکنیم؟ بدین صورت. فرض میکنیم که دوران بدین صورت باشه. دقت بکنید، این داره اینطوری میچرخه، یعنی سطح مقطع من که یک دایره از شعاعش برابر با چی میشه؟ b، و ارتفاع برابر با a میشه. پس اینجا میگیم چی؟ داریم حول ضلع a دوران میدیم و یک استوانه ایجاد میشه که این استوانه شعاع که در واقع سطح مقطعشون یک دایره است، شعاعش برابر با b میشه که این b قبلا اونجا ارتفاع بود، و ارتفاع برابر با a میشه که اونجا قبلا چی بود؟ شعاع بود. اینو دقت بکنید بچه‌ها. خب بنابراین مستطیل را حول هر ضلعش دوران دهیم، آن ضلع ارتفاع استوانه خواهد بود و ضلع دیگر آن شعاع قاعده استوانه است. خب نکته، وقتی مستطیل را حول ضلع کوچکتر دوران دهیم حجم بزرگتری ایجاد میشه. بچه نیا کنید شکلاش هم در نظر بگیرید، یا بدین صورت بود یا بدین صورت بود که کاملا توضیح دادیم. حالا نکته چی میگه؟ میگه وقتی مستطیل را حول ضلع کوچکتر دوران دهیم حجم بزرگتری ایجاد میشه. حالا شاید با این مثال بهتر متوجه بشید. ببینید، یک مستطیل به طول 6 و عرض 3 را دوران میدهیم، در کدام حالت بیشترین حجم را داریم؟ پیرم چند داده بچه ها؟ 3 داده. بچه دقت بکنید، مستطیلی که من دارم طولش برابر با 6 و عرضش برابر با چنده؟ 3 هستش. خب پس طول برابر با 6، عرض برابر با چنده؟ 3. میخوام دورانش بدم، یه چنین چیزی ایجاد میشه. وقتی که این دوران بکنه، ارتفاع برابر با 3 هست و شعاع برابر با چنده؟ با 6. خب بیایم حجم رو حساب کنیم. حجم استوانه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، چون یک منشوره دیگه. خب مساحت قاعده شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی که خودش گفته 3 ضرب در ارتفاع که شده چند؟ 3. و در نهایت جواب 324. خب بچه‌ها این حجمی که من درآوردم در واقع چی بود؟ زمانی بود که من دارم بدین صورت دوران میدم، دارم حول این ضلع دوران میدم. ضلع چی بچه‌ها؟ کوچیکه. حالا اگه بیام اینطور دورانش بدیم، حول اون ضلع بزرگ دورانش بدیم، یه چنین چیزی ایجاد میشه که شعاع برابر با 3 میشه و ارتفاع برابر با چنده؟ 6. خب به طریق مشابه حجم استوانه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع، مساحت میشه شعاع ضرب در شعاع، 3 ضرب در 3 ضرب در عدد پی که 3 در نظر گرفتیم، ضرب در ارتفاع که 6 در نظر گرفتیم، و در نهایت جواب 160. دیدین بچه‌ها کمتر شد،
پس میگیم چی؟ وقتی مستطیل رو حول ضلع کوچکتر دوران دهیم حجمش بیشتر میشه. حول این دوران دادیم حجمش چی شد؟ بیشتر شد. چرا؟ وقتی که من حول این دورانش بدم در واقع شعای قاعده من برابر با 6ه، اما وقتی که این وری دوران بدم شعا برابر با چنده؟ 3 میشه. شعا کمتر میشه. خب شعا که کمتر میشه حجمم حتما کمتر میشه دیگه. خب این نکته رو بریم. اگر مستطیل تا خط دوران فاصله داشته باشد، بعد از دوران به دو استوانه که مرکز قاعده های آنها یکیست تبدیل می شود. خب یعنی چی؟ ببینید این سوال دقت بکنید. بر اساس شکل روبرو اگر مستطیل را دوران دهیم حجم حاصل چقدر می شود؟ پی رو چند داده؟ 3. خب بچه ها اینجا مستطیل فاصلش تا این خط دوران برابر با چنده؟ 4. حالا چه کار میکنیم؟ من میخوام اینو دوران بدم. قشنگ دقت بکنید. وقتی که بخوام حول این دورانش بدم، در واقع یک بار این بچه ها گوش بدین، این نقطه رو در نظر بگیرید با این نقطه. وقتی که این به چرخه یک بار این حرکت دایره ایجاد میکنه، یک بار این حرکت دایره ایجاد میکنه، در واقع دو تا استوانه به وجود میاد. حالا بدین صورت میشه استوانه. یه شعا برابر با 4 میشه از اینجا تا اینجا که خودش هم 4 رو به من داده. بچه دقت کنید، فاصله برابر با 4. شعای بزرگ میشه این فاصله که برابر با چند؟ 8. خب این که هیچی، مشخص شد. میمونه ارتفاع استوانه که برابر با چنده؟ با 5. حالا اینجا حجم استوانه بزرگ، بچه دقت بکنید، مساحت قاعده ضرب داره چی؟ ارتفاع. مساحت قاعده بزرگه رو دارم میگم، شعا ضرب داره شعا، 8 ضرب داره 8، ضرب در عدد پی، 3 ضرب در ارتفاع اون که برابر با 5، که جواب چند میشه؟ 960. حالا حجم استوانه کوچیک رو در نظر میگیرم، این داخلیه. خب مساحت قاعده ضرب در ارتفاع چی میشد؟ مساحت قاعده شعا ضرب داره شعا 4 ضرب در ارتفاع، عذرخواهم، ضرب در عدد پی 3 ضرب در ارتفاع 5، که جواب چند میشه؟ 240. پس اگر مستطیل ما تا خط دوران فاصله داشته باشه، بعد از دوران دو تا استوانه ایجاد میشه که میتونیم حجم هر کدوم رو جداگانه چکار کنیم بچه عزیز؟ حساب بکنیم. خب مثال بعدی، دو استوانه قائم که مرکز قاعده های آنها یکیست را در نظر بگیرید. با توجه به اندازه های روی شکل، حجم فضای بین این دو تا استوانه رو به دست بیارید. خب ببینید، یه استوانه دارم، یه استوانه کوچیکم درون این قرار گرفته. این استوانه کوچیک شعا برابر با 1، استوانه بزرگ شعا برابر با 2 و ارتفاع هر دو برابر با h هست. حالا از من چی خواسته؟ حجم فضای بین این دو تا استوانه. یعنی من بعد حجم هر دوشو به دست بیارم، از هم دیگه کم بکنم و در واقع حجم فضای بینشون به دست میاد. میام اینجا. حجم استوانه بزرگ، خب چون استوانه خودش یک منشور هست، میشه مساحت قاعده ضرب ارتفاع. مساحت قاعده میشه شعا ضرب در شعا. بچه ها قاعدهش یک دایره است. مساحت چی میشد؟ شعا ضرب در شعا ضرب در عدد پی ضرب در ارتفاع. خب جواب چند میشه؟ 4 پی اچ. نه به من پی رو گفته 3 و نه به من اچ رو داده. خب این در اومد. حالا حجم استوانه کوچیک داخلیه، دوباره مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. مساحت قاعده شعا ضرب در شعا 1 ضرب در 1 ضرب در عدد پی ضرب در اچ. جواب چند میشه؟ میشه پی اچ. که اگر حجم فضای بین این دو تا استوانه رو بخوام، باید از هم دیگه کمش بکنم، که جواب میشه 3 تا پی اچ. خب پس 3 تا پی اچ سانتی متر مکعب میشه حجم فضای بین دو تا استوانه.